چطوری بچه خوبین؟ این سری گفتم سلام، چطوری بچه ها؟ نگفتم سلام بچه چطوری؟ آقا من دیشب با ایمان مهمونی بودیم، بعد الان اومد من رو دیگه پیاده کرد خونه و خودشم رفت سر کار، منم دیگه لباسامو عوض کنم برم یه صابونه بخورم. بچه قبلش اینجا رو بهتون نشون بدم چقدر تمیز کردم اینجا رو، حتی این دوتا رو که باید بشورم. ببین چقدر چه ایده خوبی، اینو گذاشتم بعد قشنگ اینجوری همه شده توی یه ردیف گذاشتم، الان تکلیفشون مشخصه که چی باید کجا باشه، مثلا این شکلی ها اینجا هن، مثلا اسپری ها اینجا هن، این پمپی ها اینجا هن، این کوچول موچولو ها اینجا هن، بوتکولون و اتروین و اینجا هم این هم گذاشتم واسه خوشگلی، لاکام هم که اینجاست، اینجا هم یه سری چیزایی که این شکلی هر گذاشتم. بریم صابون رو بخوریم. خب بچه ها امروز قراره که این کموده رو از اینجا بردارم، کلن دیگه نمیخوامش که اینجا باشه، بعد یه تغییر میخوام توی اتاقم بدم این از این. حالا بعدش قراره با هم دیگه تمرین برای قوی تر شدن پاهامون رو انجام بدیم، یعنی تمرینای بدنسازی برای قوی تر شدن پاها. حالا من یه چیزی سفارش یاده بودم رسید که بچه من خوشم میاد اینجوری پک میکنن یا میزن که مثلا آسیب نبینه. یه ریمه لبرو خریدم که اینو همینجوری هم انتخاب کردم و یعنی اصلا تالا استفادهش نکرده بودم که ببینم که خوبه یا نه. و ریمل ایزادورای عزیزم تموم شده بود، از اسنپ خرید کردم و برام فرستادن. من جفت چشمامو زدم، یکم دیگه اینجا تونتر پلک بزنم اینجا پرواز میکنم. میدونید چی لذت داره؟ اینکه ریمل قبلی تو چکار میکنی؟ میندازی میره. ببینیم که این صابون ابروه ژل ابروه چجوریه. آره بچه خلاصه که اگه حوصله ندارین مثلا این قسمت های ویدیو رو نگاه کنید و فقط میخواین تمرینش رو استفاده کنید، میتونید یکم ویدیو رو بزنید جلو و تمرینات بدنسازی برای قوی‌تر شدن پا رو با من انجام بدید. اگه هم نه مثلا این ولگو بذارین ببینید تا که آماده میشی مثلا لباس تمرینت رو میپوشی، این قسمت ولگه هم مثلا اولش رو نگاه کن. بچه من حالا یه جا به جایی ریزی به این کموده بدم. این کموده اصلا یه کموده قدیمیه که یه سری وسایلی که اصلا دیگه استفاده نمی کنم و گذاشتم توش. فقط اینو کشتم روش، این جام و عروسک و اینامو که دارید میبینید و گذاشتم اونجا که حالا مثلا اونا هم جا داشته باشن، قشنگی داشته باشن. ولی اصلا کمادی هم نیست که من مثلا به صورت روزانه استفاده کنم، میخوام اونو برش دارم کلن که اون دیوار خالی بشه، بعد این میزارهش هم بردارم بزنم اونجا، حالا جای اینم نباز عقب تر. خب بعد دوباره من هم از اینجا تا اینجا رو جا دارم تا این دم در اتاقم رو. همین که اینجا اینو که بردارم میخوام یه میز بذارم اینجا، قشنگ پشتش هم درست کنم، ویدیوهای دیگه یوتیوبم که مثلا میشینم صحبت میکنم و اینا رو بگیرم اینجا دیگه خوشگل. ممم
وسایل های این شکلی، مثلا توشه جعبه های مدالام، کاپام، کارتون، مثلا یه ساعتی، نمیدونم ایرپادی چیزی ایناست. خب بچه ها کمودو برداشتم، نمیدونید چقدر اتاقم بزرگ شده. حالا اینجا یه عالمه قاب و عکس و اینا دارم، حالا دوتا گنده هاشو بزرگ شدستم چون این کموده دیگه. یعنی من کل زندگیم و کل اتاقم پر شده از چیزای ورزشی. من اون کمدر دیدیم بهتون نشون دادم کشوهاشو که خالی کردم، همش مثلا پر از لباس تکواندو بود، پر از مثلا چیزای مدال و نمیدونم یادگاری مسابقات هم. و دوباره اینجا این کمد فقط لباسای ورزشیه، مثلا لباسای مجلسیم اون گوشه اصلا پیدا نیست، کلش اینا ورزشیه. از اون طرف اون گوشه که میبینین دوباره یه دستی که لباس تکواندوه و اون کارتونه پر از لوهاییه که گرفتم تا حالا. بعد این طرف یه کمد دارم اون بالا که چمدون، ساک ورزشی، نمیدونم کلن اینه. حالا میخوام این چند تا قاب من گفتم میتونم اونجا جا بدم، حالا این بزرگا اینجا باشه ولی کوچکترها رو میتونم اونجا جا بدم. بچه باورتون نمیشه امروز چه وسایلی رو جا به جا کردم، چه کمدای سنگین و بزرگی رو. کاش بتونم اینو ببرم، میدونی؟ نمیدونم رو فرش میاد یا نه. دارم با وسایل همینجوری خودش میبنده برمش. نیاز به یه نفر دیگه دارم، یه زنگ بزنم ببینم اونو یه لحظه بید کمکم میگه. ایمان اومده شون کمدر رو میگم کمدر رو میذارشم و جا به جاش کردیم. و اینجا انقدر فضا دارم من، ببین بذار دوربینو برگردونم. ببینی این میذارشم که اینجاست، این تختمه. خب حالا اینجا من این همه فضا دارم، یعنی هم میتونم از این دیوار استفاده کنم، هم میتونم از این دیوار استفاده کنم. مطر رو گذاشتم که ویدئوی تمرینم رو بگیرم. خب پاشیم این لباساتون رو بپوشین که با هم دیگه تمرین بدنسازی رو انجام بدیم و لذت ببریم. Let's go. خب بعد از که گرم کردین با من شروع کنین. البته یادم باشه که من ساعتم هم ببندم برای اینکه باید تایمر بگیرم.
میشه برام به خاطر همین 30 ثانیه رفت. ولی خب دیدم که خیلی هم مثلا سنگین نبودش. حالا پس به نظرم بیاد که 3 ست هم پلانک بریم برای 1 دقیقه و 30 هر ستی رو. آماده بشیم.
کردن، بازم میگم بچه ها اگر که توی بلاگر روزانه که میذارم دوست دارید تمریناش رو انجام بدین که حتما انجام بدین. اگه دوست ندارین مثلا دوست دارید فقط بلاگم رو ببینید، میتونید این قسمت رو مثلا بزنید جلو، مثلا تونتون نگاه کنید. مثلا اگه یه نفر فقط دوست دارید تمریناش رو انجام بده بقیهش رو نگاه نکنه، فقط بزنید تمریناش رو انجام بدید. خب سرد کنیم با هم، پاتو صاف کن، پاتو شل کن، پا جمع شل، پای راست رو پای چپ، پاتو اینجوری دور نباشه، نزدیک به خودتون باشه، پا رو ببر چپ همین حاله، ببر راست، عوض کن. ببر راست، ببر چپ آروم. خوبه؟ چهار سرتو بکش، یکی پا، بشین دو تو پتو بغل کن، زمین، پای راستتو جمع کن تو شکم، زیر زانوتو بگیر، نزدیک کن به شکم. حالا همین پا رو دست راستتو بیار بذار رو زمین، همین پار اینجوری ببر داخل، عوض کن پهلو، کار عوض کن، اون یکی با جمع تو شکن، کار بگیر بکش تو، ببر پهلو، خوبه جفت با جمع تو شکن، بیا بالا، بدن تو بکش جلو، بیا آقا همجوری که پیش روی نزدیک زمین باشه، دست تو بزن زمین، پاتو رها کن، خوبه بیا بالا، پشت پا تو یه کوچولو بکش، خیلی فشار نده، ببین دست زمین پات زمینه، پنجه پا رو پاشت و برسون زمین، پشت پا کشته میشه، خیلی هم آروم کار بکن، خیلی نیازی کشش پرشدتی بگی. حالا آروم پا تو جمع کن، دست رو نزدیک کن به پا، بدن شو چپ راست، دست داخلی بیرون، خوبه بچه ها تمرین که تموم شد من میخوام برم یه دوش بگیرم، گفتم قبلش ریمل و ابرومون که یکم کشیده بودم پاک کنم و بعدش شویندم هم ببرم، میگه شویندم هم ببرم اونجا صورتم بشورم، بعدم که میتونه مانه بزن. آخرش که نمیره این تمام ریمل، آخرش باید کف بخوره بش. بچه ها وقتی که صورتتون رو پاک میکنید، آرایشتون رو پاک میکنید، خیلی مهمه که مثلا اون پدی که اینجوری میزنی به پوستتو نماد روی لبت، با اون پدی که پوستتو پاک میکنی اونو بنداز، یه پد دیگه بردار بر لبت، مثلا یه پد دیگه بردار بر ابروت، یه پد دیگه بردار بر چشت، این خیلی مهمه. Thank you.
بریم واسه یک حموم جانانه سر حال بشیم. با اینکه من شسته بودم صورتمو، ببین تونر که میزنی هنوزم یه چیزایی روی پوستته که تونره که تمیزشون میکنه. چقدر بچه ها امروز حالم خوب بود. امروز احساس کردم چجوری بگم، اصلا من دوست نشم تنها باشم، خب اصلا تنها باشم تو خونه یا اصلا بیرون هر جا. بعد احساس کردم امروز خیلی از تنهاییم لذت بردم، از تایمایی که تنها بودم. واقعا برام لذت بخش بود. الان دلم میخواد که نمیدونم فیلم ببینم یا کتاب بخونم. بذار حالا که رو مودشم واقعا بخونم کتابو. بچه من یه سالاد پروتئینی بر خودم درست کردم. توفو، خیار و گوجه و هویجم گذاشتم، حبوبات و کینووا. بهشم نمک زدم، فلفل سیاه، فلفل قرمز، آبیشن زیاد، آب لیمو و همین. حالا بریم سالادمون رو نوشجان کنیم و کتابمون رو بخونیم. کتابم میخوام کتاب نیمه تاریک وجود رو بخونم.